اما در ارتباط با تحولات خاورمیانه، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا از مقامات ترکیه خواست که وارد شمال سوریه نشوند. این واکنش آمریکا به گفته های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر انجام عملیات نظامی جدید از سوی کشورش در مناطق تحت کنترل کردها در ناحیه شرق رودخانه فرات در شمال سوریه است. گزارشی از فرهاد پولادی. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که هر گونه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه غیر قابل قبول است و ایالات متحده مانع حملات یکجانبه این کشور خواهد شد. ما منافع مشترک بسیاری در شمال سوریه داریم و می‌خواهیم که به شکست دادن بقایای فیزیکی داعش در این منطقه ادامه دهیم. حالا اگر ترک‌ها با هدف تاثیرگذاری بر نیروهای دموکراتیک سوریه وارد این منطقه شوند، بر برنامه‌های ما علیه داعش تاثیر خواهد گذاشت. ما همکنون هزاران ستیزجوی داعش را در اسارت داریم. اگر ترک ها یک جانبه به شمال سوریه حمله کنند، سرنوشت این افراد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. امیدوارم که راه حلی برای پاسخ دادن به نگرانی ترکیه پیدا شود. باید صبور باشند و در چارچوب فرایند حرکت کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه از یک رشته عملیات نظامی جدید از سوی کشورش در مناطق تحت کنترل کردها در ناحیه شرق رودخانه فرات در شمال سوریه خبر داد. Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak. اولویت کلیدی کشورمان خشکاندن مرداب تروریستی ایجاد شده در شمال سوریه است. ترکیه نمیتواند در امنیت باشد در حالی که یگانهای مدافع خلق در نوار مرزی جنوب کشورمان مانند سلولهای سرطانی با بهره‌گیری از تسلیحات سنگین متحدینمان در حال تکثیر هستند. باید از بین بروند. اگر ما امروز در این زمینه کاری نکنیم، فردا باید هزینه سنگین‌تری را پرداخت کنیم. همچنین یک تیم از سوی پنتاگون به منظور گفتگو با مقام‌های ترکیه درباره این مسئله به این کشور سفر کردند. وزیر دفاع آمریکا اظهار امیدواری کرده است تا توافقی با آنکارا به دست آید. ترکیه یگانهای مدافع خلق را که بخش کلیدی نیروهای دموکراتیک سوریه هستند، شاخه از پیکاکا و یک گروه تروریستی می‌داند. واشنگتن هرچند پیکاکا را گروه تروریستی می‌داند، اما چنین برداشتی از شبه نظامیان کرد متحد خود در سوریه ندارد.